درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروح خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز دوشنبه 29 آگست 2023 میلادی برابر است با 7 شهریور ماه سال 1402 خورشیدی. در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد، ابراهیم رئیسی بار دیگر خیزش سراسری اخیر علیه جمهوری اسلامی را اغتشاشات توصیف کرد. رئیسی روز سه‌شنبه 7 شهریور ماه در یک نشست خبری درباره مجموعه اعتراضات در ایران گفت: در زمانی که شاهد اغتشاشاتی در کشور بودیم، من به دانشگاه و خیابان می رفتم و مورد استقبال مردم قرار می گرفتم. البته کسانی بودند که اعتراض یا انتقاد داشتند و این به هیچ وجه اشکالی ندارد و نشانه التهاب و دو قطبی در جامعه نیست. به سفرهای نوروزی مردم را نشانه ای از رضایت، نشاط و مشارکت آنان دانست و گفت عید امسال هم 5 میلیون سفر نوروزی داشتیم و همه اینها نشان می دهد که مردم علی‌رغم گله هایی که دارند اما با نشاط و مشارکت بالا برای باز کردن گره ها حضور دارند. رئیسی در نشست خبری خود بار دیگر با اغتشاشات خواندن خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی گفت دشمن احساس کرد که کشور در حال پیشرفت است، لذا دشمن به ایجاد اغتشاش در کشور روی آورد. به ادامه داد حتی غربی ها میز مذاکره را ترک کرده و دل به اغتشاشات بستند، اما مردم دشمن را ناکام گذاشتند. بعد از آن آنها بلافاصله پیام دادند که می‌خواهیم به میز مذاکره برگردیم و دوباره سخن را آغاز کنیم. آنها برای دنبال کردن اهدافشان در اغتشاشات ناامید شدند. در شرایطی که ایران با بحران‌های مختلف کمبود آب و برق و همچنین افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و حتی مسکن مواجه است، رئیسی گفت رایگان شدن آب و برق و گاز برای خانواده‌های کم درآمد در برنامه دولت است. همچنین بیمه سلامت 6 میلیون تن در کشور به صورت رایگان انجام شده است. وی در ادامه مدعی شد کسری بودجه را جبران کردیم و وضعیت تورمی نزدیک به 60% را به 40% رساندیم. رئیسی مدعی شد به آنچه در انتخابات گفته این پایبند بوده و خواهیم بود و هیچ کدام از آن وعده ها را از یاد نبرده و از یاد نخواهیم برد. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با اشاره به اخراج ده‌ها استاد دانشگاه در هفته‌های اخیر آن را ادامه سرکوب دانشگاه‌ها خواند و یادآور شد که فرمان این تصفیه در دانشگاه‌های متعددی از جمله تهران، شریف، هنر، علامه و غیره اجرا شده و اعتراض بسیاری از تشکل‌های صنفی دانشجویان و دانشگاهیان را در پی داشته است. این کانون همچنین اخراج استادها را در کنار اخراج، تعلیق و محرومیت تحصیلی و خوابگاهی دانشجویان تلاش حکومت برای سرکوب مداوم خواند که به قصد خاموش کردن صدای اعتراض و مقاومت دانشگاهیان اعمال می شود. بر اساس این بیانیه، اخراج، تعلیق و تنزل وضعیت استادها، حمله به دانشگاه و بازداشت و احضار و تهدید دانشجویان و نیز مداخله امنیتی در اداره دانشگاه ها در جمهوری اسلامی حکایت دیروز و امروز نیست و تاکنون ابعاد و اشکال مختلفی به خود دیده است. کانون نویسندگان ایران در پایان بیانیه خود هشدار داد که اگر جامعه در مقابل آنچه امروز در دانشگاه ها می گذارد سکوت کند، بیمان می رود که فاجعه تصفیه دانشگاه ها در دهه 60 در ابعادی دیگر تکرار شود. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 7 شهریور ماه در نشست خبری به موضوع پاکسازی دانشگاه ها از استادهای منتقد واکنش نشان داد و گفت اگر افراد محدودی خواستند نظم دانشگاه را برهم بزنند و قانون شکنی کنند، خود دانشگاه نباید اجازه بدهد و باید با آن مقابله کند. وی همچنین از همراهی استادها با اعتراضات مردمی با عنوان غفلت دانشگاهیان در جریان اغتشاشات پارسال یاد کرد و گفت حتما باید آنها را آگاه کرد، همه باید در دانشگاه به قانون پایبند باشند. رئیسی ادامه داد در چند روز گذشته هم برای من از تخلف افرادی در دانشگاه گزارشاتی آمده که بررسی می شود. روز دوشنبه 6 شهریور ماه وزیر مهاجرت کشور کانادا از ممنوعیت 36 ماهه حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت 11 جمهوری اسلامی برای اقامت یا ورود به این کشور خبر داد.
نزدیک به یک ماه قبل انتشار تصویری از حسن قاضی‌زاده هاشمی همراه با خانواده‌اش در خیابان‌های مونترال کانادا در شبکه‌های اجتماعی بسیار واکنش برانگیز شد. حامد اسماعیلیون از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی با انتشار تصاویر حضور این سیاستمدار جمهوری اسلامی در مونترال، دومینیک لبلانک وزیر جدید امنیت عمومی کانادا و مارک میلر وزیر مهاجرت کانادا را خطاب قرار داد و با اشاره به محدودیت‌های وضع شده در زمینه رفت آمد سیاستمداران جمهوری اسلامی به خاک کانادا خواهان پاسخگویی و اقدام فوری دولت کانادا در این زمینه شد. اکنون مارک میلر در حساب کاربری خود در توییتر سابق نوشته است که بر اساس برآورد اطلاعاتی که به دست او رسیده و با استناد به قوانین این کشور، حسن قاضی‌زاده هاشمی به مدت حداکثر 36 ماه امکان اقامت و سفر به کشور کانادا را نخواهد داشت. وکیل مهدی یراحی، خواننده معترض و شناخته شده ایرانی، با تایید خبر بازداشت موکل خود از اتهامات و نهاد بازداشت کننده او ابراز بی‌اطلاعی کرد. مصطفی نیلی، وکیل مهدی یراحی، به شبکه شرق گفت: ما هم همچون شما از طریق رسانه ها متوجه خبر بازداشت آقای یراحی شدیم و در حال حاضر هیچ خبری از جزئیات و چرایی این بازداشت نداریم. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه 6 شهریور ماه خبر بازداشت مهدی یراحی را منتشر کرد. ساعتی بعد هم یک کانال تلگرامی عکس‌هایی از دور هنگام بازداشت منتشر کرد. مصطفی نیلی در ادامه با بیان اینکه نه اطلاعی از اتهامات آقای یراحی داریم و نهاد بازداشت کننده او مشخص است، افزود: اطلاعی هم نداریم که پرونده آقای یراحی در کدام شعبه دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و دستور بازداشت از سوی کدام شعبه صادر شده است. در پی محکومیت نسیم سلطان بیگی و سعیده شفیعی در دادگاه انقلاب به تحمل 4 سال و 3 ماه زندان، پرونده این دو روزنامه‌نگار به دادگاه تجدید نظر تهران فرستاده شد. بنا به حکم صادره از توی شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی، سعیده شفیعی و نسیم سلطان بیگی علاوه بر 4 سال و 3 ماه زندان، برای 2 سال هم ممنوع خروج شده و از عضویت در گروه ها منع شدند و مهنوش زارعی، سومین روزنامه‌نگار متهم در این پرونده مشترک، از اتهامات وارده تبرئه شده است. آنها به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شدند. سعیده شفیعی، روزنامه‌نگار و نویسنده، 2 بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد و 18 بهمن ماه با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی به طور موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود. همچنین نسیم سلطان بیگی شامگاه 21 دی ماه 1401 هنگام خروج از کشور توسط ماموران اطلاعات سپاه در فرودگاه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و 17 بهمن ماه با سپردن وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بود. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26 هزار دلار پرداخت میکنه. بله، 26 هزار دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت می‌کردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندا و کارگرامون حقوق پرداخت می‌کردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26 هزار دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866
1-800-900-901. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. آزار و اذیت زندانیان سیاسی در ایران به روش‌های مختلف ادامه دارد و محرومیت از دریافت خدمات پزشکی یکی از آنهاست. سعید پارسایی، همسر الهه محمدی، خبر داده که با وجود تاکید پزشک زندان اوین بر انجام آزمایش‌های اورژانس، بعد از 2 ماه خبری از اعزام این خبرنگار به مرکز درمانی نیست. پارسایی درباره وضعیت همسرش الهه محمدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نزدیک به 2 ماه است پزشک زندان اوین اعزام اورژانسی الهه محمدی را برای انجام سونوگرافی ثبت کرده است. در این مدت یک بار بعد از اعزام با وجود 5 بار هماهنگی خانواده با بیمارستان آپادانا و پزشک مربوطه، پزشک از ویزیت الهه خودداری کرد. همسر الهه محمدی در بخشی دیگر از رشته پست‌های خود به قطع تلفن بند زنان زندان اوین در روزهای آخر هفته هم اشاره کرد. به گفته او فقط 3 خط تلفن برای بیش از 40 زندانی بند زنان زندان اوین وجود دارد که همانها هم دارای کیفیت نامناسبی هستند. اما علاوه بر بند زنان، دیگر زندانیان سیاسی هم با مشکلاتی مشابه از جمله خودداری مسئولان زندان از اعزام آنها به مراکز درمانی روبرو هستند. هفته گذشته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که رضا شهابی، فعال کارگری محبوس در زندان اوین، از اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است. پیش از این شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از مخالفت دادستانی تهران برای مرخصی درمانی اسماعیل عبدی و نیاز فوری جعفر ابراهیمی، دیگر معلم زندانی به درمان، به علت بیماری التهاب روده خبر داده بود. سامان یاسین، خواننده رپ، هم اخیراً به جای مرکز درمانی به بیمارستان امین‌آباد منتقل شده بود که واکنش گسترده شهروندان را در پی داشت. دادستان عمومی و انقلاب تهران از کشف اختلاس 29 هزار میلیارد ریالی در یکی از بانک‌های دولتی تهران خبر داد. علی صالحی روز سه‌شنبه 7 شهریورماه با بیان اینکه مدیر دایره صندوق یک بانک دولتی اقدام به اختلاس نموده، اعلام کرد که متهم اصلی پیش از خروج از کشور توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند. دادستان تهران بدون ذکر نام بانک و متهم اصلی این پرونده گفت که مدیر دایره صندوق این بانک بعد از هماهنگی با متهم دیگر این پرونده در خارج از شبکه بانکی، تلاش داشت این مبلغ را به 60 میلیون ارز دیجیتال خارجی از نوع تتر
تبدیل کند. وی در ادامه افزود که این مدیر بانکی تلاش داشته بعد از آن به صورت غیرقانونی از یکی از مرزهای غربی خارج شود و به کشور اروپایی مد نظر خود برود. دادستان عمومی و انقلاب تهران در حالی از ذکر نام متهمان پرونده اختلاس جدید خودداری کرده که رسانه‌های حکومتی در ایران معمولاً در برابر مخالفان حکومت این قاعده را رعایت نمی‌کنند. روز گذشته رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی حتی عکس‌هایی از بازداشت مهدی یراحی خواننده معترض منتشر کردند. روزنامه اعتماد در گزارشی از برگزاری جلسه دادرسی یک مربی فوتبال در دادگاهی کیفری در تهران خبر داده که متهم به آزار و اذیت جنسی 9 پسر نوجوان است. بر اساس این گزارش مربی مرد 40 ساله نوجوانان را به بهانه‌های مختلف به خانه خود می‌برده و ضمن آزار و اذیت جنسی آنها از این لحظات فیلم برداری می کرده است. اعتماد شهر داده که پدر یکی از بازیکنان بعد از تغییر رفتار محسوس فرزندش در نهایت متوجه شده که در مدرسه فوتبال به او تعرض شده و از بچه ها فیلم گرفته شده است. اعتماد به نقل از والدین این نوجوان نوشته است که پلیس پی برد که این مرد قربانیان دیگری هم دارد. 8 پدر دیگر شکایت‌های مشابهی از همان مدرسه فوتبال مطرح کردند و خواستار رسیدگی شدند. مدتی بعد ماموران رد این مربی آزارگر را در یکی از شهرهای شمالی ایران زده و او را در مخفیگاهش بازداشت کردند. اعتماد نوشته که نوجوانانی که مورد تعرض و آزار این مرد 40 ساله قرار گرفتند همگی مربی فوتبال را شناسایی کردند و گفتند که او آنها را وادار می‌کرده که کارهای غیر اخلاقی کنند و فیلم تهیه می‌کرد. متهم به آزار این نوجوانان بعد از مواجهه با شاکیان و انتشار بخشی از ویدیوها اتهامات خود را پذیرفته و به آنها اعتراف کرده است. در حالی که یک نماینده مجلس در تشریح طرح عفاف و حجاب گفته بازیگران و مجریان برای هر پروژه تعهد 2 ساله حجاب می‌دهند، بازیگران ناراضی توجهی به این هشدار حکومت نکردند. امیر حسین بانکی‌پور نماینده اصفهان در مجلس در تشریح لایحه حجاب و عفاف گفته است که تهیه کنندگان سینما و تلویزیون موظفند از بازیگران و مجریانشان تا 2 سال بعد از پخش اثر تعهد التزام به قانون بگیرند و در غیر این صورت ضمن توقیف اثر تهیه کننده هم جریمه خواهد شد. به گفته بانکی‌پور حجاب نقشی کلیدی در اقتدار داخلی نظام دارد و کشف حجاب اخیر مقدمه شکستن اقتدار فرهنگی نظام بود که تبعاتش به مراتب در آینده برای حتی مخالفان حجاب رویت خواهد شد. این هشدار نماینده مجلس در حالی است که بر اساس اعلام سازمان سینمایی وزارت فرهنگ ارشاد 10 فیلم آماده نمایش با بازیگرانی مواجه هستند که بعد از نقش آفرینی در فیلم ها اقدام به کشف حجاب و یا فرار از کشور کردند. بینندگان عزیز بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1 میلیون ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی.
داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. یک قاضی فدرال روز دوشنبه اعلام کرد که محاکمه دانا ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا به اتهام توطئه برای ابطال نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا مارچ آینده برگزار میشود. قاضی تانیا چودکان، قاضی فدرال منطقه واشنگتن دی سی، تاریخ محاکمه ترامپ را 4 مارچ سال آینده میلادی تعیین کرد. این تاریخ یک روز پیش از سه‌شنبه بزرگ است که رای دهندگان در 15 ایالت برای انتخاب نامزد حزب خود در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 رای خواهند داد. در حال حاضر به نظر می رسد که ترامپ بیشترین اقبال از سوی رای دهندگان جمهوری خواه را دارد. دادگاه عالی پاکستان 3 زندان عمران خان نخست وزیر سابق به اتهام فساد مالی را به حالت تعلیق درآورد. او چند هفته پیش برای اعلام نکردن هدایایی که گرفته و فروش آنها به مبلغ 600 هزار دلار مجرم شناخته شده و به 3 زندان محکوم شده بود. وکلای آقای خان درخواست تجدید نظر داده و خواسته بودند که حکم زندان فعلا اجرا نشود. روز گذشته دادگاهی دیگر اتهام برانگیختن شورش را وارد ندانسته بود، اما آقای خان هنوز با اتهامات دیگری از جمله فاش کردن اسرار حکومتی روبروست. وکلای عمران خان در تلاش هستند از بازداشت او برای دیگر اتهام‌های وارده جلوگیری کنند. پزشکان بیمارستان کامبرا در استرالیا در یک رویداد عجیب پزشکی یک کرم زنده را در مغز زنی 64 ساله پیدا کردند. به گزارش گاردین، دکتر هاری پرویاباندی، جراح مغز و اعصاب، موفق شد این کرم 8 سانتی متری را از مغز بیمار بیرون بیاورد. این بیمار در اواخر ژانویه 2021 با درد شکم، اسهال، سرفه خشک مداوم، تب و تعریق شبانه در یک بیمارستان محلی در نیو ساوت ولز بستری شد و در سال 2022 فراموشی و افسردگی هم به لیست عوارض این بیمار افزوده شد. او سپس در بیمارستان کامبرا بستری شد و اسکن MRI از مغز نشان داد که ناهنجاری‌های مغزی او نیازمند جراحی است. هاری پریاب با انجام این عمل جراحی وجود کرم زنده در مغز این بیمار را کشف کرد. این کرم بعد از بیرون آوردن از مغز بیمار برای یک دانشمند متخصص فرستاده شد که تاکید کرد این نوع کرم در مارها وجود دارد. به نظر پزشکان و دانشمندانی که وضعیت این بیمار را مورد پژوهش قرار دادند، این کرم به احتمال زیاد از طریق مدفوع مارها در علفزار وارد بدن بیمار شده است. بینندگان عجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.